یه سوال که خیلی وقتا پیش میاد اینه که آیا ربات‌های گلم راک واقعا تسخیر شدن؟ خب جواب واقعی به سادگی چیزی که فکر میکنید نیست و باور کنید یا نه من یه سری مدرک خیلی شوکه کننده پیدا کردم که شاید باعث بشه همه چیزهایی که فکر میکردید در مورد داستان بازی سکیوریتی بریج میدونید زیر سوال بره. توی بازی فنف AR با یه سری ایمیل برخورد میکنید. این ایمیل ها مال 28 نوامبر هستن و یه چیز دیگه که خیلی جالبه اینه که اونا تونستن همه انیماتورونیک های قدیمی رو به دست بیارن، چون توی این ایمیل ها نوشته شده که روکش قدیمی رو جدا کردن و همه قطعات و مدارهای قدیمی رو برداشتن. بعد همه این مدارها رو اسکن کردن و وارد پایگاه داده فازبر انترتینمنت کردن و اینطور بود که گلیچ ترپ رو منتشر کردن. اما نکته مهم اینجا اینه که اونا همه انیماتورونیک های قدیمی رو داشتن و برای استفاده دوباره بعدن اونا رو جدا کردن و حتی بورد های مدار رو اسکن کردن. حالا لازمه بگم که اونا واقعا نمیدونن این محموله انیماتورونیک ها از کجا اومده، فقط میدونن که از کسی به اسم دن بوده و احتمال داره که این انیماتورونیک ها رو از پیتزا فروشی سوخته فنف 6 که زیر زمین مجتمع عظیم پیتزا پلکس دفن شده به دست آوردن. اما آیا هیچ کدوم از اینا واقعا نشون میده که انیماتورونیک های گلمراش تسخیر شده هستن؟ شاید فکر کنید که توی کل سکیوریتی بریج هیچ مدرکی برای این موضوع نمیبینیم و خب رفقا اینجا دقیقاً جاییه که اوضاع خیلی جالب میشه. بیایید مثلا گلمراک فردی رو در نظر بگیریم. خب واضحه که اون به حالت ام یعنی سیف مود بود میشه. همچنین میدونیم که روی صحنه نمایش دچار مشکل فنی میشه، گلیچز اوت، و دوباره به حالت ام ریبوت میشه و تحت تاثیر ویروس گلیچ ترپ قرار نمیگیره. شاید اول فکر کنید که اون فقط یه انیماتورونیک معمولیه و هیچ روحی توش وجود نداره، خیلی سرراست، ولی شاید همین کاملا حقیقت نباشه، چون هرچی بازی جلوتر میره اتفاقات ماورالطبیعی بیشتری با فردی میفته و من هنوز به انیماتورونیک های دیگه هم اشاره نکردم. یادتون هست وقتی تو دفتر گیر افتادید و فردی رو از پشت مانیتور دیدید؟ وقتی که اولین بار وارد اون اتاق میشید فردی حرف عجیب میزنه. درست قبل از این صحنه فردی میگه که کاملا بیجونه و چرخه شارژ رو از دست داده. خود گریگوری هم از این موضوع گیج میشه و میگه فکر میکردم نمیتونستی تکون بخوری. فردی جواب میده که الان این خیلی عجیبه، چطور یه انیماتورونیکی کاملا بیجونه یه نفس تازه میکنه، سکند وین میگیره. شاید فکر کنید که یه باتری پشتیبان یا منبع برق اضطراری داره، اما اگه اینطور بود خود فردی اینو میگفت، چون اون تو حرف زدنش با گریگوری خیلی روک و واضحه. اگه منبع برق پشتیبان داشت میگفت یه باتری پشتیبان داشتم گریگوری، یا یه چیزی تو همین مایه ها. اون موضوع رو به شکل مرموزی نگه نمیداشت و نمیگفتش یه نفس تازه کردن. این دقیقاً با استیچ ریس مطابقت داره که این انیماتورونیک هست که باتش خراب میشه ولی هنوز میتونه کار کنه چون تسخیر شده، چون روح جیک توشه. این به طور واضح نشون میده که یه انیماتورونیک میتونه بدون برق کار کنه اگه یه روح توش باشه و ظاهراً از اون چه بازی بهمون میگه فردی بیجون بوده ولی هنوز به نحوی داره کار میکنه، جوری که انگار یه روح توشه. و اتفاقات مشابهی برای بقیه انیماتورونیک ها میفته. باور کنید یا نه بعدن همه اینا رو توضیح میدم. یه چیز دیگه هم هست، اون صدای افسانه فردی وقتی که به پیتزا فروشی متروک پایین میرید، جایی که میگه I know what this is. I have been here before. She brought me here. و یه جای دیگه یه حرف عجیب دیگه میزنه و میگه وقتی مسیر رو باز کردم برای اولین بار خودم رو پیدا کردم، نمیخواستم این کار رو بکنم ولی انتخابی نداشتم، ولی الان یه انتخاب دارم، تغییر کردم. و اگه فکر میکنید اون حرف عجیب بود، یه چیز گیج کننده تر هم میگه دوستام اینجا هستن، عصبانی هستن، گیج هستن. واضحه که داره به ونی که اون رو به پیتزا فروشی خراب شده فنف 6 توی سینکور برد پایین اشاره میکنه و وقتی گفت برای اولین بار خودم رو پیدا کردم، شاید داره به یه روحی که تو اون سینکور توی پیتزا فروشی پیدا کرده اشاره میکنه. همچنین اشاره میکنه که دوستاش یا روحهای دوستاش هم اون پایین هستن. یه نکته دیگه هم اینه که اون میگه کار دیگه نمیتونسته بکنه، یه عروسک خیمه شب بازی بوده ولی الان تغییر کرده و دیگه تحت کنترل ویروس گلیچ ترپ نیستش، یعنی این حالت امنی که توش بود شده تنها چیزی نیست که داره جلوی گلیچ ترپ رو میگیره. یه چیز دیگه هم جلوشو گرفته و حدستون درسته، احتمالاً یه روح. ولی روح کی و بقیه انیماتورونیکا چی؟ شاید فکر کنید هیچ مدرکی برای اینکه این روح توی هیچ کدوم از انیماتورونیکای دیگه باشه وجود نداره، ولی اشتباه میکنید. باور کنید یا نه با راکسی. حالا بذار نگاه به چیکا بندازیم. اگه توی هفته گذشته ویدیوهام در مورد چیکا رو دیده باشید، میدونید که چطور اون جعبه صداشو گم میکنه و چطور میشه صداشو شنید که داره گریه میکنه و در موردش خیلی با جزئیات توضیح میدم. پس بعد از این ویدیو خیلی توصیه میکنم اونا رو ببینید.
اما چیزی که خیلی جالبه اینه که وقتی صدای گریه کردن چیکا رو میشنوید، این فقط وقتی اتفاق میفته که هیچ کس دور و بر نباشه و به نظر میاد که بدون جعبه صداش گریه میکنه، چون وقتی که چیکا رو غیر فعال میکنید واضحه که جعبه صداش رو ازش در میارید، پس دیگه نمیتونه حرف بزنه. اما حتی بعد از اینکه جعبه صداش رو ازش جدا میکنن هنوز میشه صداشو شنید که داره گریه میکنه، جوری که انگار یه روح توشه که داره گریه میکنه و هنوز اون رو تسخیر کرده و میتونه باعث بشه حرف بزنه. این خودش نشونه واضح از تسخیر شدن است. اما اگه مدرک بیشتری در مورد فنف نیاز دارید میتونم بهتون بگم، چون چند راه دیگه هم هست که نشون بده اون تسخیر شده. شاید فکر کنید چطور همچین چیزی ممکنه، روح از کجا اومده؟ خب واضحه که پیتزا فروشی فنف 6 زیر مجتمع پیتزا پلیس قرار داره. اگه چیکا هم اون پایین رفته باشه، همونطور که فردی گفت دوستاشون پایین هستن، به راحتی میتونسته تسخیر بشه و کنترلش رو به دست بگیرن. اما به نظر من این بندازی کافی مدرک وجود نداره. اما میدونید چی مدرک در اختیارمون میذاره؟ آقای کاپکیک، همون کاپکیک اصلی فنف 1 که میدونیم اونم توسط همون رویی که توی چیکا هستش تسخیر شده، همون کاپکیک که دقیقاً توی راکستار رو توی سکیوریتی بریش دیده میشه، همون یکی، یعنی اونا اون رو با قطعات اصلی دوباره ساختن و اگه این کارو کرده باشن همون روح اصلی هنوز توشه، چون میدونیم که قطعات انیماتونیکای قدیمی رو داشتن. آیا از اونا برای دوباره ساختن گلمروکای حالا باهوش استفاده کردن؟ با این تئوری چیزها به تدریج دارن کنار هم قرار میگیرن. اما شاید فکر کنید خب مگه روحهای قربانی های MCI و غیره بعد از آتش سوزی فنف 6 به آرامش نرسیدن؟ نه، بعد از آتش سوزی فنف 3 به آرامش نرسیدن. پس چی گفته بعد از آتش سوزی فنف 6 به آرامش رسیدن؟ اما شاید هم بگید خب یه بلاب تنگل هست و به نظر میرسه همه باقی مونده ها یا همون روح ها داخل اون باشن. خب اینطور نیست، چون عروسش رو بدون رد اشک روی ماسکش میبینیم. اون عذاب روحایی که جامونده رو داره، نه خود روحها. روحها معمولا به پوشش انیماتورنیکا بسته میشن، گرچه مواردی هست که میتونن از یه انیماتورنیک به انیماتورنیک دیگه منتقل بشن، همونجوری که توی یکی از کتابا با اندرو دیدیم، ولی توی این ویدیو بهش نمیپردازم. پس اگه روحا توی اون بلاب نیستن و ما میتونیم به طور واضح بفهمیم که به آرامش نرسیدن، پس الان کجا هستن؟ خب فکر میکنم الان دیگه کاملا واضحه که وارد این انیماتورنیکای دیگه شدن. حالا چه وقتی که انیماتورنیکا مثل فردی برای باز کردن مسیر پایین به پیتزا فروشی قدیمی میرن و روحا به این شکل بهشون وصل میشن، یا همینجوری که ایمیل های فنف AR بهمون میگن اونا هنوز قطعات قدیمی رو دارن و از قطعات و بورد های مدارهای قدیمی که روحا هنوز بهشون وصل هستن دوباره استفاده کردن و به طور موثر روحهای قربانی ها رو به این گلمروک های جدید منتقل کردن. یه چیز دیگه که خیلی جالبه کپی دقیق از اتاق مایک هست که توی مجتمع پیتزا پلیک ساخته شده و یادمون نره اون سایفر بزرگ که روی دیوار رمزگشایی شد. اما به نظر من این به تسخیر شدن انیماتورنیکا اشاره نمیکنه، بلکه به تسخیر نشدنشون اشاره میکنه، چون بخشی از سایفر رمزگشایی شده میگه اونا الان شکار میکنن، به زندگی کشیده شدن، نه واقعی، هنوز مشتاق هستن. حالا میشه این رو به دو شکل تفسیر کرد، اونا الان شکار میکنن یعنی واضحه که بچه‌ها رو شکار میکنن، به زندگی کشیده شدن یعنی واضحه که به آدمهای واقعی کشیده شدن. بعد میگه نه واقعی. این رو هم میشه دو جور گرفت، نه واقعی یعنی خود انیماتورنیکا واقعی نیستن، چون آدم واقعی نیستن یعنی تسخیر نشدن، یا یعنی که اونا فقط انیماتورنیک هستن و آدم واقعی نیستن، چون آخرش هم میگه زندگی تو، هدف تو، اونایی که روح دارن رو نجات میده. پس واقعا سخته که بگیم این یه دلیل برای تسخیر شدن یا نبودن تسخیر شدنه. و فقط اون نیست، اصلا کی میتونه راکسی یا مونتگومری گیتور رو تسخیر کرده باشه؟ شاید فکر کنید هیچ مدرکی برای تسخیر شدنشون وجود نداره، ولی باور کنید یا نه واقعا هست، مخصوصا برای راکسی. توی کتاب ها هم تایید میشه که یکی از نشونهای تسخیر شدن اینه. برای مثال روکسان وولف توی روین رو در نظر بگیرید. ما به طور فیزیکی اون رو غیر فعال میکنه، اون دوباره آنلاین نمیشه. با فازبر رنج غیر فعال شده، اون یه ربات و نمیتونه خودشو دوباره روشن کنه. اما به طور عجیبی وقتی کیسی توی خطره، راکسی دوباره آنلاین میشه و نجاتش میده. یعنی بانی که آفلاین بود و هیچ وقت نمیتونست خودشو ریبوت کنه و دوباره آنلاین بشه، اما راکسی وقتی کیسی توی خطره جون میگیره، چون تسخیر شده. اون به باتری یا برنامه‌ریزی هوش مصنوعی نیاز نداره، چون تسخیر شده. اما شاید فکر کنید کیم رو تسخیر کرده. حالا اوضاع یکم عجیب میشه، پس بذارید کامل توضیح بدم. خب باور کنید یا نه، محتمل ترین کسی که میتونسته کیسی رو نجات بده چه کسیه؟ کسی که میخواسته کیسی رو نجات بده. درسته، پدرش، جرمی. بذارید ادامه بدم. از زمان سیستم لوکیشن به نظر میرسه یه قانون جدید در مورد اینکه تسخیر شدن چطور کار میکنه وجود داره. چون اگه مثلا به بیبی فکر کنید، اون به خودش به عنوان الیزابت اشاره نمیکنه. اگرچه میدونیم روح الیزابت توشه. اون خودش رو الیزابت نمیبینه. اون شخصیت خودش شده. با کمک اون روح صاحب شعور شده. چون اون همیشه به الیزابت به عنوان یه نفر دیگه اشاره میکنه. با اینکه روح الیزابت توی بیبی هست، اون مستقیم توسط الیزابت تسخیر نشده.
فکر میکنم همین اتفاق میتونه اینجا با راکسی و فردی افتاده باشه. باور کنید یا نه، اونا میتونستن توسط روحای جرمی برای راکسی و شاید مایک برای فردی تسخیر شده باشن، اما این معنی نمیده که اونا همون شخصیت ها هستن. اونا با کمک اون روح به موجودات صاحب شعور خودشون تبدیل شدن. کتاب روین مستقیم بهمون نشون میده که راکسی رو غیر فعال کنیم. اونا اون صحنه رو بهمون نشون دادن. واضحه که برای یه ارتباط احساسی بوده، اما روشنه که ما اون رو غیر فعال میکنیم و یه تفاوت واضح بین اون دو شخصیت قبل از اینکه غیر فعال بشه و بعد وقتی که میاد و کیسی رو نجات میده وجود داره و دوباره خیلی شبیه به فردی. یعنی قبل از اینکه اون رو غیر فعال کنیم خیلی برنامه‌ریزی شده و ربات مانم به نظر میرسه. اما بعد وقتی دوباره فعال میشه، چون تسخیر شده، بیشتر شبیه یه آدم واقعی میشه. به نظر میرسه یه آدم واقعیه. حالا در مورد مونتی، خب واضحه که توسط ویروس گلیچ ترپ تسخیر شده و فقط میخواد به همه چی حمله کنه. یا اون یا عذابی که از ویلیام افتن خودش جا مونده، تمام اون نفرت، تمام اون عذاب به مونتی منتقل شده. واضحه وقتی مونتی به پیتزا فروشی فنفی 6 پایین رفت، به هر نحوی که به هر کدوم از این اطلاعات نگاه کنید، مدرک واضحه وجود داره که نشون میده اونا میتونن تسخیر شده باشن، مخصوصا چون کتابا بهمون میگن که این ممکنه باشه. خب رفقا، ازتون ممنونیم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. اگر از ویدیو لذت برید حتما لایک کنید، کامنت انگلیسی بذارید، صفحه ما رو سابسکرایب کنید و برای از دست ندن ویدیو بیشتر حتما زنگوله رو بزنید. تا ویدیوهای بعدی، روز و شب خوبی داشته باشید.